بله پیچش میکنم که مواد داخلش نریزه. نریزه. بعد به صورت برگ در میارم که خوشگلتر بشه شیرینی چقدر مومو. زیبا شد. سلام خدمت بینندگان عزیز، امروز اکیپ ما اومده توی قسمت سنتی تون کابون به نام اقامتگاه خورشید. درست کردن قطاب، 1 کیلو آرد میخوام، 4 تا تخم مرغ میخوام، پکینگ بود رو، نمک و وانیل میخوام. خب میزانشو نمیتونی بگی، یه قاشق پکینگ بود رو، نمک و وانیل، یه قاشق چایخوری هر سه تاشون. بعد 160 گرم پودر قند میخوام، یه کاسه ماست میخوام. میزان ماست هم نمیتونی یه بگی؟ یه کاسه ماست دیگه، یه کاسه ماست گرم میشه. یه کاسه ماست خوری 200 گرم. 250 گرم. 400 گرم هم روغن جامد میخوام. 400 گرم هم روغن جامد. با یه دونه استکانم آب. آبو برای اینکه این پیچ دورشو انجام بدم. بعد از اینکه خمیر آماده شد توشو بخوام پر کنم، پیچ دورش اگه آب نریزم پیچ نمیشه. آب میزانش رو مشخص کنید. یه استکان آب برای 1 کیلو آرد. برای 1 کیلو آرد. بعد این گردومو با شکرم هم برای توپرشه. مغزشو دیگه. مغز گردو رو با شکر قاطی میکنم، توشو پر میکنم. بله. توشو پیچ میکنم. پس مغز گردو به میزان دلخواه و شکر چقدر؟ 200 گرم هم شکر. 200 گرم هم شکر برای 1 کیلو آرد. بریم ببینیم چطوری افسونه جون میخواد این قطاب خوشمزه محلی رو برای ما درست کنه. اول تخم مرغ رو میشکنم، مرغ کامل میریزم، یه تخم مرغ کامل برای ماندگاری خمیر. آها، یه تخم مرغ کامل برای ماندگاری خمیر. ستای دیگر رو فقط زرده میریزم. آها، ستای دیگه فقط زرده ریخته میشه. در حقیقت 4 تا تخم مرغ، یکیش سفیده، یکیش یعنی کامل، 3 تاش هم فقط زرده. زرده. بله. چهار صد گرم روغن هم میریزم. روغن هم به تخم مرغا اضافه میکنیم. یک کاسه ماست هم میریزم. یک کاسه ماست هم میریزم. من اینقدر درست کردم دیگه چشمی میریزم، ولی یک کاسه ماست میبره. بیکینگ پودرمونه. این وانیله. وانیله. وانیل شکریه. وانیل شکری. بگیم بود اونجاست نیمونه. یک قاشق چایخوری ریخته میشه. اینم نمکمونه. نمکم همون یک قاشق چایخوری. اینم یه استکان آبمون. یه استکان آبم به مواد اضافه شد. اینم بیکینگ پودره. اینم بیکینگ پودره. پودر قندم هم اضافه میکنم. پودر قند هم میریزید، شکر هم میریزید. شکر برای داخل رو توشه. آها، شکر برای آره، داخلش. بعد اینا رو هم میزنم. بله. اندازه 5 دقیقه همه رو با هم دیگه قاطی میکنم تا یه دونه مواد یک دست گیرم بیاد. با مخلوط کن یا همزن هم میشه این کار انجام داد؟ ولی میخوام سنتی باشه، دارم با دست میزنم. به سبک سنتی آره، دارید آموزش میرید. خیلی با همزن خیلی راحتتر و زودتر و زودتر هم به هم دیگه میچسبه. اینا خوبه. گفتی چقدر زمان تا اینا رو 5 دقیقه آره. باید بزنید مواد تا یه دست بشه. خب افسانه جون، این الان شما حدود 5 دقیقه است دارید این خمیر رو مخلوط میکنید. الان کی میخواید آرد رو اضافه کنید؟ خمیر یک ببینید. دست به دست اومده، موادی که همه با هم دیگه قاطی شده، یه دست شد. حالا میخوام آردش رو کم کم اضافه. آرد الگ شده، قبلا آرد شیرینی هم هست. 4-0 آرد شیرینی 4-0 سه بار الگ شده، حالا کم کم به موادمون اضافه میکنید. افسونه جون، این خمیر نیاز به استراحت داره؟ 1 ساعت باید استراحت کنه. آره، 1 ساعت استراحت کن. بعد از 1 ساعت دیگه توشو پر میکنی، دورشو پیش میدیم و روشو تزیین میکنیم، برای برشته شدن آماده میشه. دقیقاً زمان برد تا خمیر رو خوب برز داد. همونطور که میبینید یه خمیر نرم و لطیف به دست اومده. حالا روی خمیر رو میپوشونیم، تو محیط آشپزخونه 1 ساعت استراحت میدیم تا خمیر بر بیاد. فرزانه جونم داره گردوها رو میشکنه آماده کنه برای مغز شیرنیامون. مریم جونم داره مغز گردوها رو رنده میکنه.
داخلی شو. بعد از یک ساعت خمیر رو که استراحت دادیم، بعد از یک ساعت گردومونو میشکنیم، بعد وقتی پودرش کردیم با شکر قاطیش میکنم برای داخلش. آه. مغز میخوام داخلش رو پر کنم، داخل خمیر رو. بله، یعنی مغز داخل شیر میره. بله. ادویه چیزی هم میتونی به این مغز بزنی؟ بهش دارچین و دل بخواست دیگه، دارچین و هل هم میتونی بهش اضافه کنیم. شما اضافه این نمیکنی؟ این ساده است. یعنی بینندگان عزیز اگر دوست داشتن داخل بله. این مواد میتونن از دارچین یا هل استفاده کنن. فقط در همین حد که مغز گردو و شکر رو مخلوط میکنیم. اگر نیازی به دارچین یا اگر دارچین دوست داشتید یا هل دوست داشتید برای عطرش میتونید استفاده کنید. الان چی کار میکنیم؟ خمیرم که بعد از که ورز اومد خمیر رو اندازه یه دونه گردو بر میدارم داخل دستم ورز میدم، بعد پهنش میکنم. بله. گردش میشه ذره جلوتر این کار انجام بدی؟ گردش میکنم، بعد دستم رو قشنگ رو انگشتام داخلش رو پر میکنم. کسانی که بلدن پیراشکی پیچ کنن این پیچ کردن راحته. بله. پیچش میکنم که مواد داخلش نریزه. بعد به صورت برگ در میارم که خوشگلتر بشه شیر لیمو. چقدر زیبا شد. خیلی زیبا شد. افسانه جون یه دونه آروم درست کن، هم طریقه پیچیدنشو بینندگان عزیز یاد بگیرن. خمیری که اندازه یه دونه گردویه تو دستم اول یه ورز میدم، بعد پهنش میکنم، با انگشتام قشنگ گردش میکنم. یه ذره جلوتر بیاری داخله روی انگشتام، روی انگشتام میذارم که موادی که توش ریختم نریزه. مواد رو توش میریزم، دو سر مواد و خمیر رو به هم دیگه میچسبونم، دورش رو نازک میکنم. بله. بعد پیچ میکنم با دو تا انگشت سبابو با نشونه اینا رو با هم دیگه پیچ میکنم. بله. برای اینکه قشنگ تر بشه هر دو طرفشو پیچ میکنم که شبیه برگم بشه. دوتاش هم توی دستتون بگیرید. نشون بدید. بعد روش رو تزیین میکنم آماده پخت میشه. ممنون، تشکر. زمانی که آماده پخت شد همه رو درست کنیم میریم برای پختش. بله حتما. ممنون، تشکر. دست گلت درد نکنه. افسانه جون قطابا رو پیچیده، ببینید چقدر زیبا شده. الان میخواد رومال این قطابا رو بزنه. اول افسانه جون توضیح بده که چطوری این رومالش رو درست میکنی؟ اول با این انبوره، این انبوره واسه تزیینه. اول واسهش تزیین میکنم برگا رو. تزیین میکنم. بذارید من ببینم. پس کاملا شکل برگ میشه. آره شبیه برگ. این انبورا رو بیشتر توی باکو استفاده میکنن برای درست کردن شیرنی. و یه ذره زردچوبه با یه دونه قاشق ماست بهش اضافه میکنم. پس زردچوبه رو با ماست قاطی میکنی برای رومال، رومال شیرنی ها که رنگی دونه بهش بچسبه. بله. و با نوکش تزیین میکنم، رومال میزنم که رنگی دونه بهش بچسبه. فقط به خاطر همین منظور. وگرنه هیچ مزه خاصی بهش نمیده که بگیم مزهش تغییر میکنه. نه. برای روشم از ترافل رنگی میخوایید استفاده کنید؟ خب میشه از کنجد یا سیاه تون هم استفاده کرد. کنجد سیاه تون یه ذره مزهاش رو تغییر میده، اون به ذائقه ربط داره. هر کسی یه ذائقه‌ای داره. دستتون درد نکنه، خیلی زیبا شده. شما این شیرنیا رو همیشه درست میکنید؟ بله. یا روزای خاصی داره؟ نه من موقع عید 1000 کیلو سفارش هر سال دارم، بعد از پاییزم تا زمستون کلا درست میکنم. بهارم درست میکنم، ولی تابستون برای اینکه گردو داره حالت گرمیه مردم کمتر میبرن. بعد اینا آماده شده که بره توی فر. بله. ممنون، دستتون درد نکنه. حالا قطابایی که درست کردم دارم میریزم توی تنور گازی. حرارتش چقدره؟ این هم پایینش شعله داره هم بالاش، ولی چون تنور گازیه فرق میکنه با فر. ولی شما میتونید تو فر یا تو توستر با درجه 160 درجه سانتیگراد بذارید
حدوداً یه رو طول میکشه مخفوق بشه و خودش برشته بشه. حالا بله. پس توی فر تو دمای 160 درجه سانتیگراد حتما یک رو قبلا فرتون رو روشن کنید. طبقه وسط فر و به مدت تقریبی یک رو درشو میبندیم. پنج دقیقه زمان میدیم تا شیرنیامون آماده بشه. خانه جون یه نگاه کنیم ببینیم شیرنی آماده شده. 5 دقیقه ما گذشت، شیرنیمون هم آماده است. بس شیرنیایی شده. دستتون واقعا درد نکنه. حالا این شیرنیا خوردن داره. جای بینندگان عزیز واقعا خالیه. بابای ما آماده شد. هم زیبا شده و هم خیلی خوشمزه. واقعا خوشمزه شده. بزن. دوستای خوبم، شیرنی ما آماده شد. این نهایت خوشمزه و لذیذه و جا داره از افسانه جون به خاطر این آموزش قشنگش تشکر کنم. شما دوستای خوبم و تا یه آموزش دیگه به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.